حالا بعد از خبر جدایی رونالدو از یوونتوس و خبرهای انتقال امباپه به رئال، میشه گفت که امسال یکی از بزرگترین و پر سر و صدا ترین نقل و انتقالات تاریخ رو داشتیم و حالا هم این ستاره پرتغالی بعد از فقط 3 فصل حضور در تورین با انتقالی غافلگیرانه همه ما رو سورپرایز کرد و به منچستر یونایتد پیوست. اما چه چیزی باعث شد که رونالدو اینقدر زود از یووه جدا بشه؟ به نظرتون دلیل‌های غیر فوتبالی در این انتقال دخیل بوده؟ اگه میخواید جواب این سوالاتون رو بگیرید، همین الان این ویدیو رو لایک کنید و این پایین برای ما کامنت بذارید که به نظرتون رونالدو توی این فصل لیگ جزیره چند گل به ثمر میرسونه. حالا بدون معطلی بزن بریم. در واقع جواب این سوال یه چیز واضحه و اون جواب چیزی نیست جز مدیران یووه، چون رونالدو تقریبا هیچ موقع با احترام در تورین باش رفتار نشد و خیلی‌ها دلیل مشکلات مالی اخیر یوونتوس رو CR7 میدونن و مدیران یوونتوس هم از این بحث‌ها استفاده کردن تا جذب نکردن بازیکنان تراز اول رو به گردن رونالدو بندازن و اینها همگی باعث شد که رونالدو در ایتالیا تنها باشه و توسط آدم‌های اشتباه محاصره بشه و در اغلب اوقات مثل یک ناجی و ابرقهرمان برای تیمش تنها ظاهر بشه و اونا رو از شرایط بدی که توش قرار داشتن نجات بده. و زمانی هم که یووه در چمپیونز لیگ شکست خورد، باز همه تقصیر رو گردن رونالدو انداختن. اما در نهایت الگری بعد از بازگشتش به یووه اعلام کرد که به رونالدو اتکا نمی‌کنه و همه اینا باعث آزرده خاطر شدن رونالدو شد و به همین خاطر به مدیر برنامه‌ی خودش یعنی مندس گفت که کارای انتقال او به پریمیر لیگ رو انجام بده و وقتی اسم رونالدو در کنار لیگ جزیره میاد، تنها یک تیم میتونه مقصد واقعی او باشه، یعنی شیاطین سرخ. اما انتقال او به همین سادگی هم نبود و حواشی بسیار زیادی داشت، چون ایجنت رونالدو پنجشنبه در پاریس حضور داشت و همین باعث به وجود اومدن شایعه همبازی شدن مسی و رونالدو شد. اما داستان از چه قرار بود؟ آیا قرار بود رونالدو واقعا با مسی همبازی بشه؟ نه، اینطور نبود و دلیل اینکه مدیر برنامه‌های رونالدو در پاریس حضور داشت به دلیل پروتکل‌های بهداشتی و شرایط قرنطینه 10 روزه بعد از ورود به انگلیس بود و این باعث می‌شد که فصل نقل و انتقالات تمام بشه و به همین دلیل کارهای انتقال رونالدو به منچستر در پاریس انجام شد و باشگاه و بازیکن به توافق رسیدن و فقط یک چیز مانع این انتقال بود و اون درخواست 35 میلیونی یووه برای این انتقال بزرگ بود و همین باعث شد تا اسم تیمای دیگه مثل منچستر سیتی به گوش بخوره. اما همونطور که وین رونی گفت، به دلیل میراثی که رونالدو در یونایتد داره هرگز این کار رو نمیکنه و به سیتی نمیره و همینطور هم شد. و خیلی عجیب میشد اگه دو رقیب سابق یعنی رونالدو و گواردیولا رو کنار هم میدیدیم و حالا بعد از این انتقال همه چیز آماده است که یک فصل رویایی رو در فوتبال اروپا ببینیم و بازم باید منتظر بمونیم و ببینیم که در نهایت مسی و رونالدو چه زمانی با هم همتیمی میشن. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید. فراموش نکنید که اگه کیت تیم محبوبتون رو میخواید، کافیه به فروشگاه ما یعنی پل ایران اسپورت مراجعه کنید و همینطور کانال یوتیوب ما رو برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و زنگوله هم بزنید.